عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان، امیدوارم هر کجا که هستین حال دلاتون خوب باشه. خب همونجور که اطلاع دارین با سری 70 هم دارم خدافظی میکنم بعد 4-5 سال و میرم سمت یه خودروی جدید و یه پروژه خیلی جدید. اینکه ماشین جدیدم چیه رو بعداً مفصل در موردش صحبت میکنم، اما از اونجایی که من از این تیپ آدما هستم که نمیرم هیچ وقت یه خودروی جمع شده و آماده بگیرم، معمولا میرم یه خودروی معمولی انتخاب میکنم و صرف تا صدشو خودم جمع میکنم با باب دل و سلیقه خودم باشه. برای همین معمولا قبل از خرید خودرو اول میرم توی شهرهای غربی ایران، منطقه کردستان، تو حالا شهرهای اونجا میگردم، تو اوراقچیا ببینم که چه لوازمهایی در بازار موجوده، قیمت ها مزنه ها با توجه به این تورمی که ما هر ساله توی کشورمون وجود داره، یه آپدیتی میکنم خودم و بعد تصمیم میگیرم که چه خودروی انتخاب بکنم و بعد دیگه یه پیشفرضی هم دارم که لوازم ها چیه و چنده و چی رو باید بگیرم و چی رو عوض کنم و اینجور مسائل. زیاده گویی نکنم، این ویدیو توش خیلی از نکات مهمی که برای خرید حالا مثلا انجین یا قطعات دیگه میتونید تو ذهنتون باشه میتونه راهنماییتون بکنه، برای همین از دستش ندین، که از اون ویدیوهایی که خودم خیلی دوستش دارم. آره این موم الان خوب باز نشده، از اینجا اولش هم بیاد یه سفت کنم درشون بقدر این سفت کنه پیچاش که دست، چون تا زمانی که شما این سفت کنه باز نکنی نکشی بیرون سرسیلند رو نمیتونی برسی. پس یکی از اصلی ترین جاهایی که انزیم مشخص میشه که پلوم پستش اینجا اینه. هستش همیشه صفر کن و در نظر بگیر، نگاه کن آچار نخورده، همین آچار نخورده، اینم پلومپ، اینم پلومپ، هر سه تاشو پلومپ کرده. الان این کارتل زیریش باز شده، کارتل زیریش باز شده ولی خود سرسیلند از موتور جدا نشده، چون تا زمانی که شما اینو باز نکنین نمیتونی سرسیلند رو برداری. عامل بعدی که نگاه میکنین عامل بعدی به از بابت میخوای روی نگاه سطحی ببینی ماشین موتور چقدر تمیزه. خب از درب موتور رو باز میکنیم، معمولا البته همه باز میکنم ولی به رنگ و رو نیست. شما بگی الان این موتورها همه اینجوری هستن، به رنگ و رو نیست، معمولا بو نداره، به اون صورت بوی سوختگی نداره انجینه. نه این موتور الان خوبه. این که بیشتر دروا میکنن و رادیاتور بلاشو نگاه میکنن خیلی چیزه. نه اصلا طرف میتونه قبل اینکه این انجین رو واسه تو فیلم بذاره آبشو برداره، آره تمیزش میکنه میبنده سرت باش، این ربطی به اون نداره. همیشه روغن بوی روغن سوخته با روغنهای دیگه موتور انجینی که باز میکنی یه بو بکنی قشنگ مشخصه که داخلش سی هست و چی نیست، جرمی که داخلش هست مشخصه. الان این موتور نگاه کن جرم داره، الان میتونیست این آقا بازش کنه ببینه مثلا کلش رو تمیز کنه و اینم سالم است. این موتورم نه اینم انصافا هر سه تا از انجینا میخواد شرایط خیلی خوبی هست. یعنی تو الان اگه بین این سه تا که الان یه مدل ها هست بخوای انتخاب کنی جز اینکه کاردارش باز شده، دیدی تو بعضی از فیلم ها میذارن طرف میاد دریچه مثلا شلنگ آب و وسط فیلمش رو میگیره، ما این ملادی نمیشه چون خیلی از کشورها یا منطقه ها هستن شما حساب کن آب داره، آب شوره داره، شوره خود به خود داخل موتور رو زنگزدگی ایجاد میکنه، این باعث نمیشه که تو شما بفهمی این موتور حتما کم کار کرده. ولی این معمولا موتورایی که تو کشور بار ژاپن یا بار آمریکا همیشه رو از ضدیخ‌های اصلی استفاده میکنن که باعث میشه کل دریچه هایی که داخل آب هستش اون داخل موتور مثل روز اول از صفر واقعیه، باعث نمیشه که مثلا این رسوبات رو داشته باشه. الان این انجینا انصافا انجینای خوبی هستند هر سه تاشون، ولی از نظر من این یکی خوبه. چرا؟ این یکی هم خوبه، کم کار کارترن این جفتشون. خب الان چجوری این تشخیص دادی؟ تشخیص معمولا نسبت به جفتشون که کارتلشون کلوم بود موتور معمولا زمانی که کار میکنه انجین خود به خود سرخ میشه. خب ما اینکه انجین سرخ شد رنگی که رو بدنه هستش این رنگه مثلا مثل این حالت میشه. درسته. الان این انجین کم کار کرده چون کم رسوب داره، این الان بهتر از البته این بهتر از اینه. اون یکی رو نگاه کن نسبت به این دوتا یه خورده زنگ زدگی های دور برش بیشتره. درسته. این حرارت موتور خود به خود باعث میشه که کار کرده نسبت به کار کرده موتوری که هستش انجین تغییر پیدا میکنه، یعنی رنگش تغییر پیدا کرده. الان این کاربراتا همه شو روی گیربوکس دنتی بودن؟ هر سه تاشون بله منوئل،
این یکی این یکی این اتومات بده اینا نگاه کن دیسک صفحه فیلاور داره این نه خب اما این اتومات نمیتونه باشه دیگه آره. که ماشین معمولا موتورهای اتومات خیلی کم کار کردن چون تو روی این موتور اندازه ای که دنده میدی به ماشین دست خودته ولی روی این نه اتومات وار خب اتومات رو چی داریم ما FJ80 FJ80 هر ستاشون FJ80 از دست موتورها حالا یه چیز دیگه هم بهت بگم در موردشون R7 و R8 داره اینا این R8ه R8 ها معمولا رو سواری هن R7 ها رو روانه تن آقا نفذه رو سواری؟ آره رو چه سواری؟ رو FJ80 دیگه سواری FJ80 استیشن منظوره آره FJ80 استیشن حالا 180 R8 هن سری 70 R7 هن کل سری 70 یعنی از نسل اول تا آخری مدلش کلن R7 هست این R8 هن احمد گفت سواری من از ذهنم رفت توی پراید پژو ما به اینا میگیم استیشن حالا دست گل درد کنم حالا خیلی قلقای دیگه هم هستش در مورد موتورا انجی حالا میریم این مغازه دیگه یه سری انجین دیگه هم نگاه میکنیم ببینیم ان شاءالله چی میشه آقا ممنون از شما لطف کردید مرسی تشکر شما آقای امینزاده از مهاباد تویتر یدک امینزاده مرسی تشکر زنده باشید آقا لطف کردید ممنون خدای شما آقا دست باش سلام 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 خب میخوای فیلم بگی شروع کنم برو از انجینا سف 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 وانفسد از اینجا شروع میشه از اینجا به بعد میشه وانفسد الان نگاه کن اون موتورایی که تو اون مغازه دیدیم اون بنده خدا رفته یه خورده 66 داده مثل این انجین نیست الان ایشالله اگه قسمت بشه میخوام اینو واسه ماشین شما بردارم خیلی باهاش حال میکنم با این انجین قبلا دیدیش اینجوری هم جیر اونجا داره نه 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 اصلا خیلی وقت اونجاست موتور رو خیلی دوست دارم بگو در موردش مدل چیه مدل 2000 و... معمولا این انجینا از سال 2000 و... دنده دستی هم بوده دیسک صفحه فیلاور روشه الان همین دیسک صفحه فیلاوری که روش هستش بخوایم واسه ماشین شما بگیریم هولوش 32 تومن 33 تومن در میاد تو بازار که روش هستش این رو ماشین دستی بوده حالا از بغلم که مشخص نیست بگم رو وانت بوده یا سواری بوده ولی معمولا به نظرم این رو وانت بوده از دست موتورش میتونم آره نه ببینیم رو سواری هم میشه فقط اتاق صد دیگه آره. چیز دیگه نداریم که روی سری از کشورها نه فول انجکتور نداریم که روی 80 رو لکسوزا داریم لکسوزایی که مثل سری 80 هست نیمه انجکتور بازم فول انجکتور هم داریم مال 97 یعنی لکسوز 97 آفرین نداریم آقا اصلا این موتور از چیز بوماده آقا ما از آتمی که از 2000 چند بود خودش هستش بذاریم من الان بهتون ثابت میکنم که روی چیز هست روی بیرون چیز نمیاد یه عکس بگیرم الان ببینم چرا توی این مغازه یه دونه بیشتر انجکتور نیست خب کاربرات مصرف اینجا زیادتره بس این نیست آها فروخته شده الان بوده یه دونه دیگه هم بود که دو تا دیگه بود معمولا تقاضا روی موتورهای انجکتور بیشتره نسبت به موتورهای کارپاد واسه همین انجینای انجکتور زودتر فروش میره تو گفتی چقدر اختلاف قیمت انجکتور رو کابل؟ 600-120 تومن چرا؟ به خاطر اون دددددد کاتافه که میزنن اکثرا دنبال این کاتافه این الان با سیمکشی ای سی شه دیگه آره این سیمکشی از دورش چی داره؟ کمپرسور کولر داره دینامشه خب انجین کامل شامل کمپرسور دینام، استارت، ای سی یو، سیمکشی، بعد فن کلاچ، پروانه، دیسک صفحه و فیلاور، دریچه گاز، منیفولد، همه چیز روشه. هوا کشونه ولی نداره دیگه. اون چیزا رو هدر، هدرز چی داره؟ هیچ هدرز نداره، فابریکه. همون فابریکه خودشه. آره، کل این انجینا همشون فابریکه. همشون هم رو موتورهای دستی بودن بعد. دقیقاً همشون هم دستی. همشون. اون گیرباکس چیه؟ گیربوکس ها وان اف زدی هن ولی گیربوکس 8 مدل 9 مدل هست تو بازار از سال 92 که شروع شده به تولیدش
رو این گیرباکس ها پولوش 8 مدل هست که بدترینشون مدل 93 استرالیایی هستش که وسایلش گیر نمیاد. خیلی هم به نظر خیلی هم نمیفهمن این مدل اینا رو، ولی الان اینا تو ظاهر مشخص میشه؟ تو ظاهر نه، تا باز نه، هیچ گیرباکسی از رو ظاهر مشخص نیستش، ولی مدل بالایی ها چرا؟ الان این گیرباکس ها هیچ کدومشون مدل بالا نیست، همشون مدل 92، 93، 97 تو این رنج مدل هستن. مدل روانه تو FJ80 اینا همشون اکثرا رو FJ80. از کجا مشخص میشه؟ معمولا از قسمت دست کمکشون که رو بالا هستش. الان این FJ80 رو بالا هستش، رو سری 70 رو بغله. رو بغله اینجا نگاه کنی قسمت واسش تهویه شده جای سه تا پیچ. درست. اگه دوربینو نزدیک کنی این سوراخاشو بستگی میگم سیبک کمک و دست لول دندش بسته میشه رو بغلش. عالی. دیگه همین دیگه داداش. حالا یه سری هم وسایلای دیگه هستش دوستان خواستن در خدمت. پوسترای چیه؟ پوستر همه جور مدلی هستش. اینا پوسترای دوبل مدل بالایی ان که میان. بیشترشون رو ماشینای سواری مدل بالا هستن که تو بازار به اسم پوستر دوبل فروخته میشه به ملت. ولی واقعا انصافا پوسترای خوبیه. دفاع هم بگو به هم. دفاع FJ این سری 70ه. FJ80ه. نه این FJ80 نیست، این ستون پهنیه. آها. 3201 FJ80 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 اینم سری 70 دفلاگدار. اینا کلاژدار بودن؟ اینا همشون کلاژدارن. خب این دفلاگدار. نگاه کن اگه قد نگاه کنی این دفلاگدار. این صفره، بسته نشده رو ماشین. همون چقدر تمیز بود. آره. الان میتونیم اینو رو ماشین شما سوار کنیم. چند مثلا این قیمتش؟ قیمتش کلا دیسک نداره دیگه عقب. عقبش. این مدل دیسک هم داره. آره. از سال 2006 به بالا کلا دیسکی عقبش. این زیر 2006ه ولی صفر بسته نشده رو ماشین. بذار یه حدود قیمت هم بگو حالا. 150 تومان. مال خودش حدودا چقدر برمی‌دارن؟ هیچ. ارزش قیمتی نداره. ارزش قیمتی اولوشه تقریبا 10 میلیون 11 میلیون مال خود. الان همینی که رو ماشین هستش میتونیم تا 11 قیمت کلشو سر و ته. این چون صفر بود انقدر گرون بود؟ آره. آه. نه. این استوکش رو دادن چقدر؟ استوکش حالا یه احتمال داره 20 تومن 30 تومن بالا پایین. اینقدر یه ارزان‌تر نیست پس. ولی واقعا عالیه. به شرط سلامت دیفتکش حتی دیگه نیست سالم. پلمپ باز نشده. معمولا پلمپ دیفرانسیلا رو اگه نگاه کنی اینجا یه فرو رفتگی هستش، این جای پرچ فابریکه، یعنی ما هم که باز کنیم پیاله رو بکشیم بیرون مجبوریم دوباره اینجا رو پرچ کنیم و هیچ موقع این مهره سر یه جا قرار نمیگیره که بخوای دوباره پرچش کنی همونجا. ولی این پلمپ باز نشد. البته اینا هم پلمپ هستن. نگاه کن اصلا نگاه این پلمپ، نه این باز شده، این بازه. اینا این پلمپ یه سری هستن اگه پلمپ باشه مشخصه. الان اینو هم میتونیم رو ماشین تو سوار کنیم ولی کلاس داره، دفلاگ دار نیست. عقبش دیسکیه، جلو تم میشه دیسکی. یعنی عقبه؟ آره این محور عقب. عقب دیسکی. آره این عقب دیسکیه، اینم جلوی دیسکیه. FJ80 چون اون جلوش دیسکی هست دیگه. آره مال تو لازم میدونم میل تعادل عقب و جلو داره توی میل موجگیر داره. میل موجگیر. آره آره موجگیر داره، هم واسه عقب هم واسه جلو. میتونی از موجگیر هم استفاده کنی که این هست یه سری ماشین رو نداشته باشه موجگیر رو؟ جلوی ماشین داره؟ نه نداره. اینجوری چشه رو اینجوری میکنیم این نداره. دمت گرم. زنده باشی. حالا حساب کن 0 تا 100 قطعاتی که واسه یه تغییر و تحولی تو موتور بخوایی تو ماشینت انجام بدی، یعنی دست و بالت بازه، ولی متاسفانه قیمت ها یه خورده. والا قیمت موتور هم واسه نگفتی. فول انژکتور الان فول انژکتور هولوش 250 تومان، 240 250 میتونیم ازش بخریم. مطمئنم 240 تومان میتونیم ازش بگیریم. اونای دیگر هم انجینا رو بسته به سلیقه من یا حتی سلیقه خود شما. خیلی ها میان مثلا من یه انجین بوده برداشتم از اینجا طرف ما رو وکیل کرده. یه سری الان همین چیزی که خواستم به توضیح بدم یه سری میاد اینجا الان محمد نگاه کن. الان این موتور موتور 1993 هستش. این موتور 97 هستش. این موتور همون نقره مشکی بودنش داری میگی؟ نه 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 اصلا تو کاری نباشه. این موتور 92 هستش. این 93
اینم 92 شیشه کاربرات. آره. اون 93 هستش. بعد ببینم آقا 93 هستش. این یه هندونه در بسته حساب میشه وقتی میخری. دقیقاً. پلومپه. نه میدونم پلومپه. یعنی این که این موتور الان یاتاقان زده یا نداده برای فروشنده هیچ مهم نیست. واسه فروشنده نه. تو داری یه هندونه در بسته میخری. بستگی داره چجوری بخوای معاملش رو انجام بدی. این خیلی مهمه. آه به شرط هم داریم یعنی من الان این جینو از ایشون بخرم، من هر انجینی بخوام تهیه کنم کارتلش رو باز میکنم، یاتاقاناش رو بررسی میکنم. اگه مشکل از یاتاقان و اینا باشه این چیزی نیستش، حالاش 4-5 تومن آدم یه دست یاتاقان از موتور عوض میکنه و میبنده میره سر کار. ولی موقعی که مثلا بوده من انجین خریدم میلنگش اصلا به در نخورده پلمپم بوده، خب انجینی که پلمپ باشه و میلنگش به در نخوره دیگه هیچی به در تو هم نمیخوره. 60 چه الان میگم ازت پس میگیرن 45 تومن همون میگم لفظ معامله خیلی شده. آها. تو این باید تی بکنیم. آره مثلا خیلی که قیمتش هم بالا پایین میشه این اتفاق که موتورا رو تهیه میکنم متاسفانه تو کردستان به طرف میگم آقا موتور پلمپ، بله آقا پلمپ به شرط، چجوری به شرطه؟ آقا میگه پلمپ از این مغازه ببری بیرون من ازت پس نمیگیرم. خیلی هستش میگه آقا نه من 0% این موتور رو تضمین میدم هر جوری، ولی قیمتش فرق میکنه. مسلما گرونتره. یه موتوری خب اگه ارزونتر باشه ریسکش واسه توه، اگه گرونتر بهت بفروشه ریسکش واسه فروشنده هستش. دقیقا. حالا دقیقاً مشخص نمیشه تا زمانی که شما کارتل رو باز نکنی نفهمی چی به چی. بله. حالا اینا کلن وانف زده همشون، ولی اگه نگاه کنی قسمت گیربکس بالاشه نگاه کن این فرق میکنه. این استرالیه، خیلی ها اینو نمیدونه. این همون مدلی که گفتی اذیت میکنه. این یه خورده البته اذیت نمیکنه، گیربکس های خوبی هم هستن، ولی نسبت به این گیربکس ها فرقشون اینه که اینا یه سری از برنجی هاشون خیلی به سختی گیر میاد تو بازار. قسمت کمک گیرباکسشون همشون یه طور، ولی خود گیرباکس فرق میکنه. قسمت برنجی های گیرباکس کل این گیرباکس ها با هم فرق داره. الان گفتی اون هفت مدله، مدل بالاترینش میشه چی؟ مدل 2009 1FZ. بعد اونم همینه، ولی مثلا گردونی فرق کرده، شفت گیرباکس دراستر شده، میشه 1ZR. البته اونم تبدیل میشه به 1FZ. اختلاف قیمتشون تو بین مثلا تقریبا یه قیمتن توی خیلی فرق نمیکنه، ولی همون ولی که مثلا شما حساب کن این هزینه ها رو روش انجام بشین میشه قیمت همین گیرباکس، ولی کم کار کارتر اینا مدل 1000 مثلا 93 94 95 اون 2000 مثلا از دو بعد 2009 شروع میشه به کار کردشون. چرا قیمتشون یکیه؟ خب یه سری ها نمیدونن اینو، یه سری ها مثلا میگه آقا من دوست ندارم گیرباکس پلمپو دست بزنم، یه سری میگه نه آقا اونو واسه من بگیر، گردونیشو عوض کن، شفت گیرباکسشو عوض کن، میشه همین گیرباکس وانفس. فهم دیگه چی میخوای عزیزم؟ سلامتی. آره موتور هم میخریم واسه تو ان شاء الله. ان شاء الله. علی خیر ما خیر یه بار دیگه میشن دادم کوی مگنتیک. آره کوی لکانی گیرو نه آقا کوی لکانی من ما اینم وانته. وانه کوده؟ آره. اینم کویلشه. البته شکر. خیلی کشیده بکیده. ما انجینی که میخوام واسه شما تهیه کنیم. یعنی از این تمیزتر گیر نمیاریم؟ چرا؟ نگاه کن گفتم به قیافه نیست. تو به قیافه اصلا فریب قیافه را نخور. من میرم موتورا رو میرم. الان اینجا صاف و روان بهت میگه، میگه آقا من این انجینا رو آوردم بدون اینکه اصلا خاک و خولشون رو از روشون بردارن یا آره دستکاری بشه، همینجوری آورده، همینجوری هم حلال و منلایی میفروشه. درست. دیگه اونش میشه شانس خودت یا میشه شانس اون. نه الان برای ما که تو بازار میخوایم بگردیم انتخاب بکنیم، میخوام بدونم از این تمیزتر هم بگردیم. آره. پیدا میکنیم. آره. ممکنه بس چقدر گرونتر باشه نسبت به این موتور؟ 30 میلیون 40 میلیون تومان فرق. این اینقدر اختلاف داره. آره. ولی مثلا خیلی آره. مدل همین انجین، همین مدل، همین تیپ و قیافه است فقط. مثلا حساب کن الان این رنگ شده به خاطر اینکه مثلا گاوی پیشونی سفیدش کردن که گم نشه داخل وسایل های دیگه مثلا. آها. سیاره الان مثلا مال اینا که اومده کلا سبز شده. قاطی نشون. آره رنگاشون رو نگاه کن کلا. آره. رنگ سبز روشونه که موتوراشون با موتورای مثلا یه بند خدای دیگه ای که همزمان این بار باهاش اومده قاطی نشه. هم. اینا همه درست میشه مثل روز اول.
نه تمیزتر منظورم از سلامت موتور بوده، نه اینکه ظاهر موتور تمیزتر. سلامت موتور رو کسی نمیتونه بهت تضمین کنه، مگه اینکه بری یه موتور رو خودت از داخل پالت بکشی بیرون بگی بله مطمئنم اینو، یا مثلا از روی موتور از روی ماشین پیاده کنی با کارکرد مشخص. ولی معمولا از 100 درصد تو الان این موتور قبلا دیدی، میخوام اینو از این سلامت‌تر، تمیز منظورم ظاهرش نیست دا. سلامتی داشتیم الان میریم الان ان شاء الله فیلمش هم بهت نشون میدم، آخرین نصبی که رو اف 62 انجام دادیم اونم نگاه میکنیم هلو. که مثلا انجین بوده همینجوری خریداری شده، یا تاواناشو چک کردیم و بستیم، حتی استوری هم گذاشته بودم تا سمت گرجستان باهاش رفته بوده اومده. یه ببینید آقا ممنون از شما، مرسی، تشکر، لطف کردید، تشکر از خوش آقا دیگه یه ماشینه که خلکت ها زو تولیدی محتوی دکنه.